سلام زیاد خدمت یکا یک شما دلانگیزان، چطورین؟ خوش اومدین به اولین پارت از سری ویدیوهای شانی تراپی. بچه‌ها شانی تراپی رو خیلی دوستش دارم. داستان شانی تراپی رو میخوام الان بهتون بگم. داستان اینه که چند وقت داخل تلگرام یه دونه چنل زدیم و ادمین چنل خودمم، یعنی همه کارای اون چنل خودمم. فکر میکنم 870 تا عضو داره، تا آخرین باری که دیدم همچین عددی بود. یه دونه رباتم انداختیم داخل چنل و از بچه‌ها خواستم که فتیشای عجیب غریب که دارن یا مشکلات جنسی که دارن یا هر چیز دیگه‌ای که شبیه به این چیزا میشه یا سوالات عاطفی توی روابطشون دارن رو از اون ربات بپرسن و من اون پیاماشون رو چک میکنم و بهتریناش و حالا باحالتریناش و چیزایی که واقعا میشه روشون ریاکت رفت رو انتخاب میکنم و با هم دیگه میایم اینجا و یه دور ویدیو درست میکنیم. قابل ذکر بگم همه این حرفایی که در طول این ویدیو قراره ببینید هیچ جا نوشته نشده و کاملا چرت و پرت محض. من هیچ علمی ندارم توی این داستان و واقعا کاملا یه آدم، یعنی گلابی دیدین، یه گلابی واقعا اومده اینجا داره صحبت میکنه. اوکی، قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ ویدیو باید بهتون بگم میتونید سرعت پخش ویدیو رو از داخل تنظیمات که اینجا دارین نگاه میکنین روی 1.5 بذارین تا ویدیو با سرعت بیشتری پلی بشه، شما کمتر خسته بشین و وقت با ارزشتون کمتر از بین بره. اوکی، بریم سراغ ویدیو. میریم سراغ اولی. از بچه هم خواستم که بنویسن اگر اعتراف هشتگ اعتراف بزنن و اگر فانتزی هشتگ فانتزی بزنن. اوکی، بریم سراغ اولی. سلام، من متأهلم و بچه دارم، اما همیشه از زمانی که فهمیدم چی به چیه فانتزیام این بود که توسط یه نفر دزدیده بشم و اون یه نفر خوشتیپ و خوشگل باشه، بعد منو ببره توی کلبه چوبی تو جنگل و به هم رسیدگی کنه و بعد چند روز یه سکس خشن و رومانتیک با هم داشته باشیم. ببین اینجا از خودش مشکله، شما نمیتونی سکس خشن و رومانتیک با هم داشته باشی، اینا دو تا فلسفه جدا نمیشه. و دقیقش هم نوشته جی این رومانی اوخی دلم نقطه. اوکی، ببین داشتم میگفتم این دو تا مسئله خشن و رومانتیک کاملا از هم دیگه جدا و نمیشه اصلا توی یه دسته قرارشون داد، ولی پیشنهاد من به تو اینه رمان عاشقانه کمتر بخون لطفا. باشه، مرسی. بعدی، یکی از فانتزیام اینه که تو کشتی سکس داشته باشم. عزیزم اون بالایی قرار بود رمان کمتر بخونه، شما هم تایتانیک کمتر ناکن. مرسی. سلام دخترم 18، اعتراف ندارم. خب برای چی اومدی اینجا؟ برو راهنمایی کنید. من زود قضاوت کردم. بچهای عزیز با هم دیگه زود قضاوت نکنید هم دیگه رو. 3 ماه رل زدم. بعد از این پسره هی میگفت میام میگیرم تو مال منی و ولت نمیکنم و اینجور حرفا. مثل این دخترها که 2 روز با یکی چت میکنن میگن کی منو میگیری. دقیقاً مثل اوناست. در واقع شخصیتش رو به شخصیت اونا تشبیه کرده. الان هر چند وقت یه بار یه بحثی که مربوطه پیش میاد میگه میخوام بیام با بابات صحبت کنم. منم موندم چجوری باهاش به هم بزنم. هرچی دعوا میکنم از پسرای دیگه جلوش تعریف میکنم، هر کاری میکنم بدش بیاد به تخمش هم نمیگیره. تو رو خدا بگید چی کار کنم؟ من اصلا از اون دختر شوهریان نیستم. او میخواد خراب بازی کنه. شوهریان نیستم، نمیخوام ازدواج کنم، ولی گیر بد سیریش افتادم. راه حل خوبی دارید بگید بیزمت. ببین عزیزم حقیقتا برو تو تخم چشاش نگاه کن بگو کسته ندن. یعنی میبینی این عمق تو چشاش نگاه کنی بگی احتمال زیاد میره، ولی خب بد میشه. یعنی کدورت پیش میاد ولی قطعا میره، یعنی تضمینیه. من خودم امتحان کردم چند بار. اعتراف میکنم تا حالا نه رل داشتم، نه رفیق داشتم، نه حتی سرمو بالا بردم که پسر مردم رو دید بزنم و اطرافیانم به هم میگن خیلی کسخورم. نه عزیزم، کسخور خودشونن. خیلی خوبه. ببین آدما میان که برن، خب آدما میان که مغزتو بگان و برن، آدما میان که یه چیزی بهت توی زندگی یاد بدن و برن. و به نظر من الان تو انقدر کامل هستی که نمیذاری کسی وارد زندگیت بشه چیزی بهت یاد بده، چون همه چیز رو خودت بلدی و میدونی که آدما میخوان بیان اعصابتو خرد کنن، اذیتت کنن و برن. خوشحال باش اینکه انقدر قوی که هیچ کیو وارد زندگیت نمیکنی. دمت گرم. عاشق دختر موفرفری هستم. یکی از مهمترین مراکهای ازدواجم اینه که دختر باز موهاش فرفری. الان این چیه؟ الان باش برسی. الان من چیکار کنم؟ الان ما چیکار کنیم؟ اینجا اسکل اینجا. بعدی از فانتزیام اینه که جلوی چند تا از دخترها و زنهای فامیل لخت کامل بشم یا هپلفست، همشون با هم منو ببینن و ببلم رو نشون بدن و پچ پچ کنن و با هم دیگه برای من جلق بزنن یا هپلفست، برای اونا یه جور سرگرمی و بازی باشه. یعنی برای اونا یه جور سرگرمی باشه و بازی و بررفتن با من. خیلی عالی. یه ذره جمله بندی تو باید کار کنی و کمتر فیلم سوپر ببینی.
حل میشه مشکل، قول میدم. میدونی جالب چیه؟ جالب اینه که بچه ها خودشون خواهی میکنن از این فیتیش هایی که دارن، یعنی از این پوکری که آخر جملهش ببینی خودش ریده از این فیتیش که داره. مده اینجا من کمک کنم، منم که گاوم کلن کنسل داشت، با همین مشکلت میمیری، متاسفم اینو بهت میگم. خب خب، اعتراف اصلی. دخترم 16 اعتراف میکنم که بچه آزیر 16 سال لطفا جون نباشین تو چنلی که ما زدیم، خواهش میکنیم، یا میخواین جون باشین به هر حال. اوکی بچه ها، به جای اینکه سنتون رو بگین اسمتون رو بگین لطفا، به نظر من باحال‌تر میشه تا اینکه بخواید الان سن رو گفتی من حس بدی پیدا کردم، چون زیر 18 سالی اوکی. از ویدیوهای بعدی حالا خودم 16 رو 18 میکنم، 14 رو مثلا 19 اوکی بریم بقیهش. یه اعتراف میکنم که اکانت پسر زدم و کلی دختر مخ کردم و نودهای زیادی گرفتم. او حاجی، نود که میدونین چیه، نود به عکسای لختی میگن. نود گرفتم و کلی عکس دخی، بعدش یک فیک دختر زدم و رفتم پیوی داداشم و مخش کردم و اون عکسای نود رو برای فرستادم. دیگه هر روز به حساب دوستم پول میزد، اونم بعدش به حساب من، دیگه نصف نصف. و بعد سه ماه ولش کردم. من دیدم بچه‌م افسرده شده، ولی خود ترجیح دادم چیزی نگم. بی‌ناموس داره لاک میزنه. دیدین خیلی کارت زشته. واقعا خدایا دور باشد. شیرین به قرآن قسم بفهم با پیوی دختر اومده. شیرین پسرم 20 یک ماه پیش، بچه های کاش اسمتون رو بگین به جای اینکه بزنین پسرم 20 بگین پسرم سینا، پسرم احمد، پسرم شانی، پسرم کیرخر. یک ماه پیش تو این استا با اکانت فیک که دخترونه از چوزچرخ میزدم و شانسی پیام میدادم، با دختر گرم گرفتم، بعد فهمیدم همشهریه. اون فکر میکرد دخترم، عکسشو فرستاد، دیدم یکی از فامیلای دورمونه. عکس فیک نود واسش فرستادم، اونم عکس سرتوپا نود واسم فرستاد. اون فکر میکرد که این دختره، چهرهش خیلی معلوم نبود ولی میشد بشناسی. هیچی دیگه، ازش آتو گرفتم، بعد گفتم من فلانیم، دو بار با هم بیرون قرار گذاشتیم، بار سوم رفتم خونهشون از چیز کردم. نمیدونم چرا ولی حس میکنم داری گو میخوری. ببین مشکوکم به گو خوردنت، نمیدونم ولی ناراحت نشو اگه داری این ویدیو رو مشکوک میزنی، نمیدونم داری دروغ میگی. ولی چرا مثلا یارو فاکینگ 8 خط 9 خط بنویسه؟ نمیدونم. سلام پسرم 27، باورم نمیشه که بالای 25 هم داشته باشیم. فانتزیم اینه که یه دختر سفید توپول بشینه رو صورتم، انقدر بخورم. داش خفه میشی میمیری، داداش میمیری. اوکی بریم بعدی. آقا من مشکلاتم زیاده، بفرمو دونه دونه. حالا یکی یکی میگم با هم بخندیم، شما هم مشورت بدین. قرار نیست بخندیم به مشکلای کسی، اگرم بخندیم با هم میخندیم، یعنی با هم به هم میخندیم. اوکی یکی از بدبختی های من اینه که کوپس اکسم رو انقدر دیده بودم حفظم. حفظی من این جاده قزوینه، حالا همش ترس اینو دارم که بره از خودش فیلم پخش کنه، برای همین هی دارم فیلم های خودرضایی دختر رو میبینم که بفهمم کوپس اونه یا نه. وای مریض روحی شدم به خدا. وای حاجی خیلی حرفا، فکرشو بکن انقدر دوستش داره و مثلا با هم بودن دیگه و انقدر دوستش داره، ذهنش ناخودآگاه همش به سمت این میره که نکنه اون از خودش فیلم پخش کنه. چه کوفتیه. فانتزیم اینه اونی که دوستش دارم و یه روز کامل روپام دراز بکشه و فقط نگاش کنم و قربون صدقش برم. آخه چه قشنگ. همین الان از سمت خدا و از سمت الهه ها برای من الهام شد که بهت بگم بیا، هیچ وقت تو زندگی پیداش نمی کنی بدبخت، بیا. اعتراف کنم 13 سالمه حاجی، باورم نمیشه 13، بی خیال. اعتراف کنم 18 سالمه و پد ندارم چون پسر. یا اول فاز خیلی اوضاع خرابه، میخوایم بریم بعدی، نظرتون چیه؟ اعتراف میکنم 13 سالمه و پرده ندارم چون پسر دایم پردم و زد. خانواده هم نمیدونن پسر دایم گفته بود با هم ازدواج میکنه، ولی الان 2 ماهه حتی جواب پرم هم نمیده. حاجی به نظر من بهترین کار اینه که به خانوادت بگی، جدی دارم میگم، چون سنت هم خیلی کمه. بهترین کار اینه که واقعا اگر داری این ویدیو رو نگاه میکنی، خواهش میکنم که به خانوادت بگو و پشت سرش نندازی این قضیه رو. هر چی هم بشه، هر چقدر هم دعوا بشه، هر چقدر هم بحث بشه، بین خانواده ها مشکل پیش بیاد، بهترین کار اینه که شما برین خانوادتون بگین. ولی حاجی یه چیز دیگرم بگم، این که از کجا میدونی که پرده بکارات زده شده یا نه؟ احتمال اینکه زده نشده باشه خیلی زیاده، یعنی فقط میخوام بگم که با دو قطره خون نیست، یه سری علائم خیلی عجیب غریب داره، مثل ضعف، مثل گشنگی همون لحظه ها، مثل ضعف گشنگی
و خون ریزی زیاد داره حاجی، نه اندازه یکی دو قطره. اگر همه اینا رو داشتی، دل دردم داشتی و همه چیزا برین تو گوگل سرچ کنین بچه‌ها، میاره علائمشو. اگر همه رو داشتی به مامانت بگو، میرین با هم دیگه یه دونه عکس میگیره و تو عکس کاملا مشخص میشه. سلم به تو اعتراف میکنم دوست دارم توی یه اتاق شیک با احسان علیخانی دوتایی باشیم، درم از پشت قفل باشه یا ابوالفضل احسان اینو نبینه، احسان هم با اون چشای سبز رنگیش زول بزنه به اندامم، منم نزدیک شم بهش لبامو بذارم روی لبای قهوه‌ایش. حاجی همه چیشم از بره ها، دهنه سرویس، همه رنگای بدنش هم میدونی ها. اونم از زیر کون بلندم کنه بندازتم روی تخت. آها تختم داره اون اتاقه، اوکی. تخت خودشم با هیکلش بیفته روم، لبامو کبود کنه، او حاجی ببلشو از روی اون شلوار مشکی کتونش که تنگه بماره رو کوبسم، یهو لباسمو چنگ بزنه در بیاره، منم دکمه های پیرنو باز کنم. حاجی من خواهی کردم لخت بشیم میذارم، آی واقعا من خواهی کردم حاجی. من واقعا حرفی ندارم، فانتزیه دیگه. احسان جان برآورده کن احسان. پسرم 26 ساله، اعتراف کنم از وقتی که زنگ گرفتم حس کونی بودن به هم دست داده. چرا؟ قبلا خیلی غیرتی بودم ولی الان حسم اینطوری شده که نمیدونم چرا به زبدری و فانتزی های قاطی پاتی علاقه من شدم. من که واقعا در حدی نیستم که بخوام به یه فرد 26 ساله 27 ساله مثلا راهنمایی کنم، ولی به نظر من هستن اینجور چیزا. یعنی همین بالایی هم که با احسان خان علی خانی، اون که هیچ وقت دستش به احسان علی خانی نمیرسه، اوکی میدونین هستش دیگه، این فانتزی ها همیشه توی سر هست. یکی اونه، یه سری های دیگه هم هستن، من دیدم به چشمای یه سری های دیگه هستن که مثلا توی زیر مبلی، زیر تخت دوست دارن اونجا قایم بشن و یکی دیگه ترتیبه یکی دیگه رو، و اینا رو همه رو بذارین کنار، سکسیشو بیاین بیرون. میدونستین یه سری آدم ها هستن که به اصطلاح از زنگ تلفن فوبیای تلفن دارن، یعنی که بدشون میاد با تلفن صحبت کنن، فوبیای تلفن حرف زدن دارن، وقتی تلفن زنگ میخوره دلهوره میگیرن هستن. ببینید افکارهای متفاوتی هست، شخصیتهای متفاوتی هست. نگو به خودت حاجی حس میکنم کونی شدم، چه حرفیه میزنی آخه، خیلی زشته. نه ربطی نداره حاجی، حسه دیگه، حسه توی سر دیگه، میدونی. شایدم بعد از، مطمئنم یعنی بعد از اون ارگاسمی که اگر اتفاق بیفته اصلا پشیمونیه، قطعا پشیمونیه بعدشه که آقا این چه گوی بود حاجی، به گا دادیم همه چی و یعنی هرچی حرمت داشتیم بینمون به گا رفت، یعنی همچی حالتیه. اوکی بریم بعدی. پسرم 18، اعتراف میکنم صبح میرم سر کار این خر که به گاری بستن کار میکنم، دور از جونت این چه حرفیه، کار میکنم وقت رل و کس چرخ زدن تو تلگرام ندارم، کلن جوانی ندارم، ماهی 4 تومن حقوق میگیرم، پروسه زندگی کیری بدون هدف دارم با دخترم و دختر خاله و خاله و شوهرمه و شوهرمه هم اینا سکس نداشته گویا. واسه ببینم اصلا اینا رو دارم. اوه حاجی فهمین چی شد، میگه سکس ندارم، من ذره واسه میگه اصلا اینا رو دارم، اینقدر زندگی تو خوشه. زندگی همه یا فیلم هندیه یا سوپره، اما سوپر زندگی ما فرق داره، رو خودمونه. چقدر غمگین بود این متنه. ببینید بچه ها واقعا همینه دیگه. منم خب من الان 21 سالمه قبول، و قبلش منم کار میکردم، منم خرج دانشگاهمو خودم میدادم. میدونی دور از این که آدم دوست داره خودش دستش تو جیب خودش باشه، یعنی خودش برای خودش پول در بیاره و خودش برای خودش خرج کنه، خانواده هم خیلی تاثیر داره. خانواده خیلی قفلی میزنه که برین کار کنین و برین فلان کنین و بسار، و خیلی از اوقات خانواده هدفهای آدم رو میکشه، خیلی اوقات خانواده آرزوهای آدمو به گا میده. ولی خب میدونی دلیل اینکه این متن رو هم انتخاب کردم همین بود که یه جورایی واقعی از زندگی بود، یه تیکه از زندگی بود واقعا، دور از حالا این همه کسکرک بازی و کسچری که گفتیم، این واقعا یه جورایی حق بود. میدونید یعنی اصل زندگی اینه که آدم از صبح کار میکنه تا شب، کل هفته داستانش اینه، پنجشنبه جمعه فقط استراحت میکنه. زندگی اینه، زندگی اون چیزایی نیستش که طرف میاد متن مینویسه. الان این همه متنایی که خوندیم شاید توی طرف فاکینگ 25 سال زندگیش یه بار اون اتفاق بیفته، شاید اصلا تو کل زندگیش مثلا یه بار با مثلا یکی که توی اونجا گفته من سکس داشتم، مثلا شوهر خالم، شوهرم من فقط یه بار مثلا طرف سکس داشته باشه. میدین داستان چیه، واقعیت زندگی در واقع اینه. اوکی بریم بعدی. سلام، منم دختر 18 سالم، علیکه سلام. مثل اون پسره کار میکنم، ماهی 800 خرجم دراد،
که تو خونه منت نذارن سرم. ای وای دوباره بچه ها داستان همونه، خانواده های هممون اینجوری هن. یعنی انقدر که احمقن، معذرت میخوام، انقدر که فکراشون پوچ و کوچیکه و انقدر احمقن که فکر میکنن هر کسی بره سر کار اونجوری بزرگ میشه و سن عقل زیاد میشه. ولی خب تا یه جاهایی هم درست دارن میگن، ولی اون پافشاریه وقتی میبینن آقا اون کار از اون فرد ساخته نیست، اون پافشاریه یه ذره اذیت میکنه آدمو. ولش کن حالا، میگه 3 ماه دیگه میرم دانشگاه و بدبختی اونجاست که باید اونجا هم کار کنم و خرج دانشگاه همو درارم. بچه‌ها توی دانشگاه خیلی اوضاع بهتر میشه، یعنی منم کار میکردم دیگه، منم کار میکردم خرج دانشگاهمو میدادم، بابا ننمون که نمیدادن، اینجوری بودن حاجی. ولش کن دیگه، چاوار سفتم ولش کن، آره نه اون سفت سفت بودن نمیدادن، هر باید کار کنیم آقا، هر باید تنگ کنیم و کار کنیم. ولی آره میگه آقا بذار اینو خواستم بگم، تو دانشگاه خیلی اوضاع بهتره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هم رده های خودت رو میبینی، هم لحاظ مالی پولی سنی همه توی هم لول خودتن و خیلی باحاله. بچه ها دقت کنید همتون، اگر خانواده میگه که نه دانشگاه نرین و اگر مجردین، خواهش میکنم ازتون برین دانشگاه، چون واقعا یه سری چیزا رو یاد میگیرین. و دانشگاه های فقط به اصطلاح دخترونه و فقط به اصطلاح پسرونه خوب نیستا، یعنی نرین پیام نور مثال میزنم، برین دانشگاه هایی که مختلطه، یاد بگیرین حرف زدن با جنس مخالفو، یاد بگیرین ارتباط برقرار کردن با جنس مخالفو، خیلی تو زندگی به درتون میخوره. بچا ول کنید حرفای خانواده رو، ریدم دهن تک تک حرفایی که کوسچرایی که بار میکنن، آجی نگایدیم ناموسن. برین دانشگاهتون رو، حتی شده 4 ترم، حتی شده 5 ترم، به حرفشون گوش ندین. خیلی اوقات خانواده ها آینده بچه ها رو به گا میدن و خراب میکنن. اوکی بریم بقیه شو بخونیم. کلا تو فاز سکس و اینا نیستم، بخوام باشم مگه فرصتشو دارم؟ نه. خب خودش نوشه نه، من نگفتم. خیلی سابکارام عوضی بودن، اذیتم کردن که باهاشون راه بیام، اما در اومدم رفتم سراغ یه کار دیگه. خلاصه که میگذره. بچه‌ها همینه، واقعیت زندگی همینه. واقعیت زندگی اینه که باید کار کنیم، واقعیت زندگی اینه که خانواده هامون فکراشون کوچیکه، واقعیت زندگی اینه که سخته. شبا خیلی اوقات با 7 ساعت گذشتن صبح نمیشن. خیلی بیشتر از 7 ساعت بعضی شبا طول میکشه. سلام، علیک سلام، من پسرم 21 سالمه، هر چیزی که یه دختر بخواد رو دارم، صدای کلوف و مردونه، اندام جذاب، تحریش، فیس خوب، همیشه مغرورم، با هیچ کس وارد رابطه نمیشم، اما دلم میخواد با همه سکس داشته باشم، حتی فانتزی میره که با خالم بخوابم، یا اول فاز یا علی، با همه بخوابم تو هر سنی که باشن، حتی زن 60 ساله. به نظر من به خاطر سنت رفیق، چون منم اینجوریم. به قرآن آجی، من آخرین باری که باید رابطه شدم 2.5 سال فاکینگ پیش بوده بابا. نه شوخی میکنم، ولی به خاطر اختزای یکی از فانتزی هم اینه که پای دخترها و خانوما رو لیس بزنم، تجربه نکردم ولی به نظرم حس خوبیه. بچه ها بعضی ها هستن که واقعا این فیتیش رو دارن و من برعکس اینو دارم. من خودم حالا به شخصه دارم، حالا اینجا خودمونی داریم صحبت میکنیم دیگه، من فیتیش زیر بغل رو دارم، یعنی نه اینکه لیس بزنم ها، نه، ولی خب مثلا میبینم یه یعنی یه حالتهای عجیبی به من دست میدهد که آره یه همچین داستانیه، ولی نه دارن فیتیششو خیلی ها به نظر من دارن. و اوکی بریم بعدی. یه بار دوست دخترم بغلم بود، بهش گفتم دوستت دارم، دستت به سالار، گفت آره معلومه دیگه، هیچ وقت اون آدم سابق نشدم. اینم اعتراف بالی بود. سلام، یه سوال داشتم. علیکم سلام، بفرمایید. دکتر یا پزشکی چیزی هست که امکان داشته باشه مثلا دختری که سکس داشته باشه رو بفهمه؟ ببینید دکتر نیست، اگر سکس از مقعد باشه غیر ممکنه، یعنی نه اصلا ممکن نیست، ولی سیکس اگر از داخل واژن باشه و پرده بکارت آسیب ببینه، بله دستگاهی هست که عکس میگیرن اگر اشتباه نکنم و میشه فهمید که پرده بکارت آسیب دیده یا آسیب ندیده. سلام، علیکم سلام، من مرد 35 سالم، حاجی پشمام 35 سالم داریم تو چنل، متأهلم، یه بچه کوچیکم دارم، یا بلفز، یه بار یه دختری گولم زد، 2 هفته با هم رل بودیم، حالا که یه سال گذشته از اون موقع، ولی بازم حواس رل کردم. بی ادب، من تو رو پیدا کنم ریمووت میکنم از چنل. بچه داری بابا؟ زشته، نکنین این کارو. من کیم که به تو بگم نکن؟ بچه داری یزید؟ ای بابا، آدم وقتی یه نفر رو به دنیا میاره، یعنی من وقتی یه پدر میشم، وظیفم چیه؟ اینه که حفاظت کنم ازش توی این دنیایی که پر از کثافته.
نه اینکه خودم هم وارد یه خودم هم یه تیکه از اون کثافت‌ها باشم توی اون دنیا. میدونید میخوام چی بگم؟ من اگر بچه دار میشم، بچه من از من باید آرامش بگیره، از من باید چیزایی که نیاز داره رو بگیره، نه اینکه اعصاب خردی بگیره، نه اینکه فازای بد از من بگیره، نه اینکه بفهمه دارم به مادرش خیانت میکنم. میدونید چی بگم؟ پسرم اوکی دیگه، بچه‌ها دارن همینجوری میرن بالا دیگه، پسرم هیچی هم نمیگه، پسرم نه سم میگه هیچی. اعتراف میکنم که همین امروز رلم بعد 2 سال رابطه بدون هیچ دلیلی کلن بلاکم کرد. یک دفعه رفت، حتی قبلش هم با هم خوب بودیم، کاش برگرده. ببینید بچه ها، احتمالاً یهو طرف بلاک میکنه میره، چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی اینکه یا خانوادش فهمیدن، که احتمال خیلی زیاد همینه، خانوادش فهمیدن، بعد یا توی یه موقعیتی قرار گرفته که مجبور شده همه چیز رو پاک کنه و بره و حالا برگرده. ولی نه، اگر میدونی که یه همچین آدمی بوده، همیشه نزدیکت نبوده، یعنی مثلا توی یه شهر دیگه بوده، توی مجازی با هم دیگه آشنا شده بودین و توی مجازی با هم دیگه رل زده بودین، این خیلی داستان فرق میکنه. تو اصلا کسی که باهاش توی مجازی آشنا شدی، با هم دیگه تو مجازی رل زدین، مثلا میگم طرف فاکینگ اصفهان، فاکینگ مشهد، تو مثلا شمالی، نباید اینقدر وابسته بشی که با رفتنش بخوای اینقدر داغون بشی. بهت پیشنهاد میکنم این ویدیویی که اینجا برات میذارم رو ببینی، چطوری احساساتمون رو کنترل کنیم. اگر داری این ویدیو رو نگاه میکنی مطمئنم به درد میخوره. خب سلام، دخترم 16 سالمه، علیک سلام. فقط خواستم بهتون بگم این قانون طبیعته که پسر دختر جذب هم میشن. دقیقاً انقدر حرف زدم، معذرت میخوام. و تمایل به دخول دارن. انقدر که کوسچر کردین زندگیتونو، با این تکستا زندگی کردن یادتون رفته. یکم بی تفاوت باشین نسبت به همه چی. حال خودتو خوب کن، یه هدف بگیر واسه خودت، به مولا که همه چی منتظر توه، تو باید بهش برسی. موقعیت الانت مهم نی، آینده تو بساز. سلام پسرم، علیک سلام. من رو دوتا چیز خیلی اشاره میکنه. یکی خانمای 40 تا 50 سال. حاجی چجوری میفهمی که یارو 40 تا 50 سالشه بعد اشاره میشی؟ میشه بگی لطفا؟ اوکی. یکی خانم های چادری. آجی بیخیال، واقعا وقتی میبینم خیلی دوست دارم باشون بخوابم. البته اگه چیز خوبی باشه. نه باشون آجی، تو از کجا میدونی؟ مثل لب لب میمونه دیگه، تا باز نکنی از کجا میخوای بفهمی؟ دخترم 17، سیگاری هم چت میکنم و همیشه خدا مستم و خیلی ها میگن ضرر داره چون دختری. نه آجی، نگاهیدم، زندگی تو کن، اشغال کن و بهشون بگو و بهشون گفتم ترک کردم، ولی مثل سگ میگشم و میخورم. درود بر تو. یعنی حاجی زندگی چند روزه مگه؟ تخمت حاجی، ننه بابا نگان، بقیه تخمت. الان میگن حاجی شانی فاکینگ اومده اینجا حرفای خوب خوب بزنه، بهمون چیزی یاد بده، یا ما رو به لای خلاف کشونه. ببینید اونایی که بچهای خوبین، لطفاً بعضی چیزها رو گوشاشون نشنوه دیگه. من همیشه حقیقت ها رو گفتم، میدونی؟ سلام، علیک سلام. اعتراف میکنم مثل سگ عاشق دوست پسرم هم. 2 ساله با همیم، خیلی چیزا پشت سر گذاشیم، چند بار کات کردیم و باز هم برگشت و التماس کرد که دوستت دارم، برگرد. منم انقدر دوستش دارم که منتظر یه پیام بودم و باز دوباره از نو، حتی مادرش فهمید، گفت شیرم و حلالت نمی کنم. ولی اون بازم حس میکنم داستان داری طوری جلو میره که مثلا آخرش میگه الان دوتا بچه داریم. اوکی. ولی اون بازم قسم مادرشو ندید گرفت و گفت بدون تو نمیتونم. ولی جدا خیلی با هم سرد شده، شبا کلن بدون شب بخیر میره، برعکس شد که، و میگه خوابم برد ولی نمیذاره من برم، میگه دوستت دارم، هر کاری میکنم بیخیالم نمیشه، دارم تو این رابطه از بین میرم. آخه من واقعا معذرت میخوام که زود قضاوت کردم. واقعا برای خودم هم سوال بوده چی میشه که یک دفعه همه چیز خراب میشه. یعنی یه رابطه همه چیش عالی بوده، یکو همه چیش به هم میپاچه. اصلا چرا؟ دلیلش چیه؟ خیلی اوقات دلیلش رو من یه بار همچین اتفاقی برای خودم افتاد و دلیلش رو بعد از 5 ماه و 6 ماه فهمیدم دلیلش حضور یه پسر دیگه، یه پسر جدید توی زندگی اکسم بوده. یعنی چی؟ یعنی که من فهمیدم یه پسر دیگه وقتی که با من در ارتباط بود، با یه پسر دیگه هم در ارتباط بود. میدونین داستان چیه؟ داستان اون دوپامینه است که میگیره. من وقتی با یه دختر حرف میزنم یا یه دختری وقتی با یه پسری حرف میزنه، دوپامین مغزش آزاد میکنه. دوپامین اون حالت سرخوشی است. اوکی، هر آدمی هم دوپامینی که مغزش آزاد میکنه با یه آدم دیگه فرق داره. یعنی دوپامینی که تو مغز من وقتی با تو دارم صحبت میکنم آزاد میشه، فرق داره با اون دوپامینی که با یه دختر دیگه دارم صحبت میکنم. میخوام اینو بگم، درسته که حاضر نبود من رو ترک کنه، درسته منو حاضر نبود کنار بذاره، یعنی حاضر بود یه دوپامین توی مغزش
به اندازه کم از من ترشح بشه، ولی اون آدم هم از دست نده. خیلی اوقات توی این جور رابطه ها آدم به عنوان ذخیره میشینه منتظر، یه بازیکن ذخیره میشینی تو منتظر تا هر وقت خواست بازیت بده، که نباید این کارو بکنی. ولی خب همش نمیشه گفت اینه، خیلی از اوقات میتونه مشکل یه چیز دیگه باشه، یعنی مشکل فقط حضور جنس مخالف توی زندگی پارتنرتون نباشه، خیلی چیزهای دیگه هم میتونه مقصر باشه، مثل مشکلهای خانوادگی. بهترینش میدونین چیه؟ بهترینش اینه که یه قرار خیلی قوی بذارین و چند تا سوال تو آماده کرده باشی از طرف، سوالایی که به دام بندازه طرف مقابل تو، ازش یه سوالایی بپرسی، زیر زبونش حرف بکشی بیرون، بفهمی دردش چیه، مشکلش چیه. تا وقتی مشکل حل نشه همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد، مطمئن باشی. سلام، علیکی سلام، پسرم 31 سالمه، واقعا باورم نمیشه 31 ساله داریم، 40 خورده ای ساله داریم. مرسی از همتون که عضو شدین. اوکی، 31 سالمه، مثل اکثر آدما خیلی غلطا کردم ولی هیچ وقت نامردی نکردم. باورش با خودتون، چه باحال گفت. کلا تو فاز ازدواج نبودم، با اینکه یه دختر رو دیدم و واقعا دلمو لرزوند و درجا به واسطه دوستش باهاش قرار گذاشتم و متوجه شدم که یک ماهه که جدا شده ولی کلی ضربه خورده. الان 6 ماهه با هم ارتباط داریم ولی هنوز جوابی به هم نداده و میگه صبر کن. مطمئنم که کسی تو زندگیش نیست. منم از لحاظ مالی و شرایط خانواده اوکی ام. میشه دوستانی که تجربه دارن راهنمایی کنین؟ بچه‌ها من یه تجربه خیلی ریز توی این داستان دارم. ببینید، وقتی طرف 2 هفته بوده که واقعا دارم، ما تو این مسخره بازی در نمیارم، صورتم میتونی کاملا متوجه شی که دارم. حالا دور از شوخی، وقتی میگی 2 هفته بود که تازه جدا شده بود، یعنی چی؟ یعنی که هنوز فکرش، هنوز درگیری‌هاش با اون شخص هست. یعنی میخوام اینو بگم، یه آدم وقتی میتونه یه آدم دیگر رو فراموش کنه، مثلا من با یه دختری در ارتباط بودم، بعد از 1 سال از همدیگه جدا شدیم، خب اون خاطره‌ای که توی 1 سال ساخته شده میتونه توی 2 هفته، توی 3 ماه، توی 4 ماه از بین بره؟ قطعا نمیتونه. میدونستین بچه ها برای اینکه یک آدم رو کامل از زندگیتون فراموشش کنین به 1.5 سال زمان نیاز دارین. 1.6 سال دقیقا میشه 1.5 سال دیگه. 1.6 سال شما زمان نیاز دارین تا یک نفر رو کاملا از فکر افکارتون خارج کنین و فراموشش کنین. و جالبیش اینه، فراموش کردنه به این معنی نیستش که همیشه فراموشش کنین، نه، همیشه توی سرتون یه تیکه از خاطره اون شخص هست. مثلا از این که معنی این حرفم که میگم فراموشش کنی، این که مثلا توی روز یادت نیاد، از شب تا صبح یاد اون فرد نیفتی. الان داستان شما هم دقیقا همینه. اون اگر میگه که صبر کن، به نظر من آدم خیلی پخته ایه و به نظر من میدونه داره چی کار میکنه. این که 6 ماه 7 ماه از رابطتون گذشته، همه چی با هم دیگه اوکیه و بازم میگه صبر کن، به نظر من داره به شما لطف میکنه. آقای 31 ساله که اسمتم نمیدونم، ایشالا که به یه جوابی برسه رابطتون، ولی میخوام بگم که به نظر من میدونه، میدونه داره چی کار میکنه، بهش اعتماد کن. من همچین حسی نسبت بهش دارم. اوکی، بریم بعدی. سلام، علیکی سلام، دخترم 20. آقا این اعتراف نیست، میخوام راهنماییم کنین. بفرمایید. من سینه‌هام بزرگ، سایز 80، ولی اندامم لاغر، کمر باری، دوست دارم سینه‌هام کوچیک‌تر بشه، لطفاً راهنمایی کنین، یا اگر یه راهکاری دارین به هم بگین. آقا من نمیدونم بچه‌ها، منم حقیقتاً نمیدونم میشه سینه رو کوچیک کرد؟ فکر نمی‌کنم عملی باشه که بشه سینه رو کوچیک کرد. میشه دیگه، نمیشه؟ آخه مثلا اونقدر عجیب غریب حس میکنم این اسکلم کرده، به قرآن حاجی اسکل مسکلمون کرده، نه فکر میکنم منو گیر آورد. آخه کی مثلا از سایز سینه بزرگ بزن ناراحته؟ حس میکنم اسکلم کرد. چشای من نگاه کن، کثافت نگاه کن. شخصی همچین مشکلی داشته باشه که مثلا سینه‌اش بزرگتر از حد معمول باشه، فکر میکنم بشه خالی کرد داخلش رو، همونطوری که میشه پر کرد، یعنی میشه پر کرد، همونطوری میشه خالی کرد دیگه. میخوام چی بگم؟ تعامل، همبستگی. اوکی. سلام دخترم 16 سالمه، علیک سلام. راستش من روی پسرمم یکم کراش داشتم، راستش یکم که نه، کراش بودم روش. روز دختر بود و عمم استوری گذاشت و روز دختر رو به همه تبریک گفت، منم زیرش تک کردم. من اون استوری رو شات گرفتم و فرستادم به دوستم و زیرش نوشتم مادر شوهر گلمو، و تمام. از صفحه چت که اومدم بیرون دیدم تو گروه خانوادگی فرستادم و انقدر که استرس داشتم فقط برای خودم پاک کردم و نمیخوام به اتفاقای بعدش فکر کنی. وای حاجی، این
خارمادر اعتراف بود. این عجیب ترین و خفن ترین اعترافی بود که من دیدم. دخترم 19 سالمه، اعتراف میکنم سینگلم و دوست دارم رل بزنم، از طرفی هم وقتی رل میزنم دوست دارم کات کنم، میدونم فازم مرمیز ولی فعلا رل میخوام با خدا نگهدار. سلام علیک سلام، من یه پسر 17 سالم، اعتراف میکنم یه شوهرمه بی پدر دارم، همش میخواد منو بکنه. یه بار منو برد خونهشون، عمم تو اتاق خوابیده بود، منم اون اتاق با شوهرمم خوابیده بودم، بعد دیدم داره شلوار منو میکشه پایین بکندم، گوشی عمم زنگ خورد، هشدارش به صدا در اومد، بیدار شد، لامصب مثل سگ تو شلوارش شاشیده بود. بی شرف من خودمو کشوندم اون طرف. شوهرم ما خیلی جا کشد. شاید بابای خودم شوهرمه باشه. بابا من چه ریاکشن هایی به اینا نشون بدم آخه؟ بابا من خدای خودم خایه کردم حاجی، اینا تو برازرز قفله. من نمیگم اتفاق نیفتاده برای بچه ها، احتمالا اتفاق افتاده که از همین چیزهایی نوشتم، من خودم ریدم حاجی. گفتی آخه. سلام پسرم 13، علیکی سلام، اعتراف میکنم دوست دارم با یه دختر بزرگتر از خودم دوست بشم که منو به چشم یه بچه ببینه و با هم گوگلی رفتار کنه. موقع بهت میگه داداش کوچولو، میتونی با کلمه داداش زندگی کنی؟ به نظر من نمیشه. پسرم اعتراف میکنم من رو زنداییم کراش سنگین داشتم که یهو خودش گفت رود کراش دارم. اوه، یه بار شمال با هم لب گرفتیم که دائم دید، میخواست شکایت کنه، فکر میکرد من زنشو خفت کردم، گوه خور شده بودم، تهشم دائم اسباب کشی کرد، از کرج رفتن. ای کاش این کارو نمیکردم، مثل سگ پشیمونم. وای خیلی بده. بچه ها راست میگه، به عواقب کارشم فکر کنید. الان فکر نکنید حاجی مینیمش خال میکنیم میچرخانیم، اگه طرف بفهمه چی؟ همه چی به گا میره. تو فکر میکنی خانوادهشون دوباره مثل خانواده قبلش میشه؟ به قرآن که نمیشه. مرسی که این رو برام نوشتی، خیلی خوب شد که الان داخل ویدیو هم اومد. شاید یه نفر ببینه، شاید یه نفر همچین مشکلی رو داشته باشه و یه ذره تلنگر بخوره. سلام میکائیل 23 ساله تهران، علیکی سلام، اعتراف میکنم نکن اسمشو گفت، چه حال کردم من. اعتراف میکنم ناموسن هر شب داره کونم پاره میشه، شق میشه هر شب، هی درد تا هفته صبح. حاجی به نظر من ترموستاتت سوخته، یعنی باید عوض کنی، یه قطعه اون توه، اونو عوض کنی درست میشه. نه حالا بدون شوخی، به نظر من کمتر فیلم ببین، فیلم پورن کمتر ببین و دور از فیلم و دور از دیدن فیلم پورن کمتر، داش روی ارضا کردن خودت هم برنامه داشته باش. داش فکر نکن چیز الکیه. نه 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 نه، تو یه برنامه جلو برو حاجی. اگه هر روز بزنی خب زنت گایده میشه دیگه، نکن این کار. سه ماه بزن، دو ماه نزن، نه نمیشه که داش، سوپره بای. دو هفته بزن، یه هفته نزن، اوکی. نه دور از اونو فراموش کن، ولی نه خدای چیز کن، یعنی کم بزن، همیشه بزن. اوکی، مرسی از اینکه ویدیو به این مزخرفی تا آخر نگاه کردین. نمیدونم چه جوری شد، من میگم اولین یه خود ایدهش زد به سرم که یه هم چیزی هم درست کنیم دیگه، داریم همیشه درست میکنیم، گفتم اینم درست کنم. اگر دوست داشتین بهم بگین که از این اعتراف ها بیشتر بذاریم. میبینمتون تو ویدیوهای بعدی. واقعا خسته شدم، یعنی پاره شدم. مواظب خودتون باشین. یاو.